سالها بود که خارج از ایران بودم و الان که اومدم ایران میخوام از این فرصت استفاده بکنم و شهرهای ایران رو بگردم و براتونم ویدیو بگیرم. البته از امروز به بعد دیگه تو ویدیوهام تنها نیستم و همسر جان هم کمک من میکنه تا بهترین ویدیوها رو براتون آماده بکنیم. اولین سفرمون رو از شهر اولین ها یعنی تبریز شروع کردیم. شما هم برای حمایت از ما فقط کافی ویدیو رو لایک و کانال رو سابسکرایب بکنید و حتما تو قسمت کامنت ها بنویسید که از کدوم شهر ایرانید و ما کجا بریم و براتون ویدیو بسازیم. یه توضیح کوتاه در مورد سفرمون بشنوید و ادامه ویدیو رو بریم. سلام بچه ها، تبریز میشه گفت سومین شهر مهم ایران هستش. از نظر وسعت بعد از تهران و مشهد سومین شهر بزرگ ایرانه. تصمیم گرفتیم که 3 تا جا تو تبریز رو بریم ببینیم و به شما هم نشون بدیم. اول میریم الگولی رو ببینیم، بعد الگولی میخوایم بریم کوه عینالی رو با تلکابین ببینیم و آخر سر مرکز تجاری تفریحی لاله پارک رو ببینیم و به شما هم نشون بدیم. با ما همراه باشید. خب وارد تبریز که میشی اولین چیزی که نظرت رو جلب میکنه کوههای اطراف شهر هستش که حالتی اروپایی رو به شهر داده. تمیزی خیابونا و با کلاسی و با فرهنگی مردم تبریز رو هم که بهش اضافه کنی واقعا حس خوبی رو بهت میده. مثل همه مسافرهای تبریز تصمیم گرفتیم به پارک معروف الگولی بریم. به همین خاطر از پل قابلی و جاده الگولی گذشتیم و به پارک الگولی رسیدیم. خلاصه اومدیم رسیدیم به پارک الگولی تبریز، طبقه بالاش هستیم. از اینجا استخر پارک هم معلومه. الان هم میریم طبقه پایین ویدیو براتون میگیریم، هم میگن که یه رستوران خوب هستش در وسط آب. میریم اونجا هم نهار بخوریم هم براتون ویدیو بگیریم. خب اون عمارتی که بهتون گفتم دقیقا همینه که رستورانش هم هست. میریم الان پایین براتون ویدیو میگیریم. خب طبقه پایین پارک اومدیم. ببینید ما الان 2 ساعت 3 ساعتی که اینجا هستیم فکر نکنم 1/5 1/6 پارک رو بتونیم بگردیم. واقعا بزرگ پارک و نیاز هستش که چند ساعت اینجا باشی تا بتونی همه جای پارک رو ببینی. اون عمارتی که از بالا هم بهتون نشون دادم همونجا بود که گفتم رستوران هم داره. الان ما میریم اونجا، دم ظهری هم هستش، یه ناهاری بخوریم و هم ویدیوشو براتون بگیریم. احساس میکنم شاید قیمتاش یه مقدار بالاتر از داخل شهر باشه، ولی باز بریم ببینیم که چه خبره و بعد اینکه غذا رو خوردیم نسبت به قیمتش و کیفیتش هم بهتون میگم. خب بریم ببینیم داخل چجوریه. Thank you.
غذایی که ما سفارش دادیم توی رستوران یه پرس جوجه کباب با زرشک پلو و مرغ بود با نوشابه که جمع حسابمون شد 170 هزار تومان که به نظرم مناسب بود، قیمتش بالا نبود، مناسب بود. و محیطی هم که توش بودیم خیلی محیط آرومی بود، تقریبا همه چیز خوب بود، فقط یه مقداری جوجهش سفت بود ولی به جاش مرغش خیلی خوشمزه بود، برنجش هم عالی بود، یه کره خاصی هم به برنج زده بودن که واقعا خوشمزه کرده بود. من از بابت خوشمزه بودن غذا مطمئن بودم، چون تبریزی ها خیلی به غذا اهمیت میدن و تقریبا رستورانی توی تبریز نیستش که غذای خوب نده، چون اگه غذا خوب نباشه مطمئنن از رقیباش عقب میمونه. از لحاظ قیمت هم خوب بود. به طور کلی من از 10 نمره به این رستوران عدد 8 رو میدم. اگه جوجهش یه مقدار نرمتر بود و دیزاین میز هم کامل بود مطمئنن عدد 10 رو میگرفت. جاتون خالی، بریم ادامه ویدیو رو با هم دیگه ببینیم. اتوبان پاسداران هست، درسته؟ اتوبان پاسداران. این داریم میریم به سمت کوه اینالو، اینالی، و اونجا سوار تلکابین میخواییم بشیم اگه باز باشه، و چند تا جای دیدنی هم داره که امیدوارم باز باشه، چون امروز روز تعطیله و ویدیوشو براتون بگیریم. خب اومدیم اینالی که سوار تلکابین بشیم، ولی متاسفانه گفتن دو سه روز تعطیل تلکابین، ولی خوشبختانه اینجا ون گذاشتن، میتونیم با ون بریم بالای کوه. بریم سوار ون بشیم که با هم دیگه بریم بالا. از شانس ما امروز هوا بادی بود توی تبریز، مخصوصا ما که بام تبریز رفتیم، اونجا ارتفاع زیاد بود، خیلی شدت باد بالا بود و زیاد نتونستیم بمونیم، ولی فوق‌العاده جای خوبیه. کل تبریز زیر پاته و دریاچه مصنوعی و جنگل مصنوعی هم درست کردن، خیلی خیلی جای خوبیه. حتما اگه تبریز اومدین یه سر به بام تبریز بزنید، رفت آمدش هم خیلی راحته با همون ونایی که گذاشتن. بعد از اینجا میریم به مرکز خرید لاله پارک که مرکز تجاری و تفریحی هستش، اکثرا برندهای ترک میفروشن، جنساشون هم اورجیناله. میریم یه ویدیو هم از اونجا بگیریم. شما اگه خاطره ای از سفر به تبریز داشتین حتما تو کامنت ها بنویسید، و مهمتر از این ممنون که حمایت میکنید، لایک ویدیو و سابسکرایب کانال بهترین راه حمایته. بریم ادامه ویدیو رو ببینیم و تو ویدیوهای بعدی منتظر جاهای دیگه و ویدیوهای جذاب باشین.